مسئله ازدواج جوان هاست، پسر و دختر. شما خیال نکنید آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف، امام عصر ما، امام زمان ما، آقا و سرور همه ما، از این وضع خوشحال هستن؟ یقینا ناراحت. مؤمنین، مؤمنات، جوانها، نمیدونم آدم بگه تو هر شهری هزارها و ده ها هزار، تو کشور میلیونها جوانها چرا بی زنن؟ دخترها چرا بی شوهرن؟ چرا یه عده میمونن تا سالهای بالا، دختر و پسر ازدواج نمیتونن بکنن؟ این سفارش مکرر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. سعی کنی مسئله مسئله مفصلیه، مشکله مشکله یک چیزه، و اون این هر پسری دلش میخواد ازدواج کنه، هر دختری دلش میخواد ازدواج کنه، هر پدر و مادری میخواد پسرش دخترش زودتر ازدواج کنن، سعادتمند باشن، به قول معروف تو خونه بخت برن میخوان. اما یه مشکل، همونی که قرآن اسمشو اسر و اغلال گذاشته، این زنجیرهای اجتماعی دست و پای پسرها رو بسته، دست و پای دخترها رو بسته، دست و پای پدر و مادرها رو بسته. پسر باید کارمند باشه، باید پول داشته باشه، باید ماشین داشته باشه، باید خونه داشته باشه، چه و الا ازدواج نمیتونه بکنه. خب چیکار میکنه؟ نعوذ بالله، یا به فساد کشیده میشه که میشنوید میبینید. اگر اون فرزند یک جوانی خیلی قدرتمند باشه، خودداری کنه، ناخوش میشه، راه سیم هم نداره، خدا قرار نداده راه سیم، خدا خودش این غریزه جنسی را قرار داده با مصلحتی که خودش میدان، راه سیم نداره، یا فاسد میشه یا مریض میشه. همین دیروز یه جوان مؤمن متدین اومد پیش من نشست، گفت من یه حرف خصوصی بهت دارم. گفتم بگو. یه خورده آب دهنشو خود داد، گفت من زن ندارم، اجازه میدی حروم بکنم؟ حالا تو یه میلیون یک چه میاد سوال میکنم؟ خوبه این گردن کیه؟ گردن هممونه. مسئله کار یه نفر نیست، کار یه قشر نیست، وظیفه همه است، وظیفه است. این کاری که میشه ساده انجام داد، همین آقایونی که اینجا تشریف دارید، حتی جوانهای عزیز، همونهایی که زنم ندارم، تو هر فامیلی، تو هر محلی، تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر اجتماعی، تو دانشگاه هستید، توی بازار هستید، توی مدرسه طلبگی هستید، تو مدرسه اکادمی هستید، دو سه تا با هم بشن لجنت ازدواج درست کنن. لجنت ازدواج نه فقط یعنی پول جمع کنن، کمک کنن، این جزءشه، چون پول میخواد اینقدر. به نتیجه افراد این قدرت رو ندارن که این زنجیرها رو پاره کنن، ازشون نمیاد. منم اونو حالا عرض نمی کنم خدمت شما، چه عقدی مبارکتر از عقدی باشه که پیغمبر خدا صیغه عقد رو بخونه. میبینید پیغمبر خدا چجوری صیغه عقد میخونه؟ روایت داره، ببینید مستدرک الوسائل، هر دوتاش که عرض میکنم تو مستدرک الوسائل داره. یه پسر و یه دختر از اصحاب پیغمبر، این شوهر نداشت، اونم زن نداشت، نمیشد ازدواج کنن. پیغمبر خدا به پسر رو گفتن چی داری مهر بدی به دختره؟ گفت یا رسول الله یه دونه خاتم من حدید، یه حلقه آهنی. حلقه آهنی یعنی چی؟ یعنی اینقدر
10 سانتیمتر 8 سانتیمتر سیم ترش کرد. پیغمبر خدا عقد ازدواج را خوندن، مهریه خاتم الحدید. اگه اسلام اینه، اگه اسلام شناسه که پیغمبر اسلام اینه، اگه چیز دیگه هست چیز دیگه هست. بعد مدتی یا قبل این قصه، شاید بعدش بوده، یه پسر و دختر بنا شد ازدواج کنن از اصحاب پیغمبر. پیغمبر خدا به پسر گفتن چی داری؟ گفت هیچ، همون خاتم حدید هم نداشت. فرمودم برو یه چیزی پیدا کن ازدواج کنی، یه مهریه یه چیزی بده زنت بده. رفت برگشت کسرتم بیا عارضه کم عارضه خوشکار کنن کم عارضه نباید ازدواج کنن. چیکار کنه که امروز که ازدواج نه فاسد بشه؟ یه عدرم فاسد کنه اون بهتره؟ اون مریض بشه، مریض های سخت صعب العلاج بگیره، باز به دست اجتماع بیافت. گشت اومد گفت چیز رسول هیچی پیدا نکرد. یه عرضه باید بمیره تو جامعه اسلامی؟ نه. یه عرضه باید بیزن باشه؟ نه، این منطقه پیغمبر نیست. پیغمبر خدا فرمودن چی بلدی از این سوره های قرآن که این زنت بلد نیست، یعنی که میخواد زنت بشه. پیغمبر عقد ازدواج خوندن، مهریه، دوست از این سوره هایی که بلده، مهریه رو این قرار داد. اگه پیغمبر اسلام اینن، اگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنت، یاد بگیرید ازش اینه. اگه قرآن اینه، اینا تربیته. حالا این کار رو شما نمیتونید بکنید، منم عرض نمیکنم شما این کار رو بکنید. جامعه اونقدر زنجیراش محکمه، اینقدر محکمش کردن که بخواییت هم نمیتونید بکنید. هر پسری که هیچی نداره دلش میخواد اینجوری دختر قبول کنه ازدواج کنه، دخترم به زبونش نمیگه اما اونم مانعی نداره، اما نمیتونه بگه، میگن ها زنجیره، اغلال. قرآن اسمشو اغلال گذاشته، زنجیرهای جامعه اجتماع. لجنت زواج درست بشه یه جزءش، چون اینجوری که نیست با یه خاتم من حدید به ما معکم من القرآن بشه. یه جزءش پوله، آدم قدر پول جمع میکنه. هر کسی تو هر جایی، تو محلتون، تو شهرتون لجنت زواج درست کنه، تو دانشگاه جلسه ازدواج درست کنید. یه جزءشه. یه جزء مهمترش اینه، پسری که زن نداره بشه تو چرا زن نداره؟ چیه مشکل؟ میگه من فلان دختره رو میخوام. برید ببینید اون دختر حاضرم بشه ببرید، خود دختر حاضره یا نه. اگه به هم میخورن، مناسب هم هستن، واسطه بشید. پدره قبول نمی کنه باش صحبت کنید، مادره قبول نمی کنه زنها برن باش صحبت کنید. این مشکلی داره، خونه نداره مثلا فرض کنید، به فکر این بشید، کار نداره کار پیدا بکنه، رواج بدید، را بندازید. یک اقیانوسیه دارن میلیون ها توش غرق میشن، شما یه عدشو بکش بیرون، یه عدشو نجات بده. هر کدومتون این همتو میتونید بکنید. این یک وظیفه است، نگهداری جامعه وظیفه است. اقیم الدین، کاری کنید که دین قائم باشه، دین برپا باشه. انشاءالله سال آینده همچین وقتی که میشه، هر کدومی از شما به دستتون ده ها و صد ها سبب شده باشید ازدواج تحقق پیدا کرده باشید.